بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه است، دوم ماه نوامبر، ماهی که اگه دوست داشته باشید حمایت کنید. هم آخر ماه گذشت هم اول ماه است. ماه نوامبر فکر کنم بهش میگن نو شیو، یعنی اصلاح نکنید موها، ریشتون رو نتراشید. دلیلش هم اول این بود که میخواستن به اصطلاح همدلی و همدردی کرده باشن با دیگران، الان دیگه به صورت مد در آمده و ببینیم که حالا چه کسانی در ماه نوامبر ریشدار میشن، دمدار میشن، شاخدار میشن. ما که هر روز یه شاخ جدیدی در میاریم از صحبتهایی که دوستان ایرانی میکنن و صبح تا صبح قبل از اینکه بیایم اینجا شاخمون رو کوتاه میکنیم که خیلی زشت نباشه. بذارید من اینجا برای شما بنویسم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همون جوری که دوستان دیگه دارن، از جمله آقای یزدان خدابندلو که امشب با ما هستن، یعنی امروز بعد از ظهر وقت ما و امشب به وقت کجا؟ به وقت آلمان، چون در آلمان یک ساعت هم مثل که عوض شده، ساعت 8 شب به وقت آلمان. ما کاری به اونجا نداریم، ما خودمون اینجا 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو تماس میگیریم. ایشون لطف کردن نوشتن که در چه مواردی هم میخوان صحبت کنن، الان براتون میخونم. اینجا آقای یزدان خدابندلو درباره انقلاب فرانسه و سوالایی هم که شده توسط دوستان، چه از روی فیسبوک چه تماسای ایمیلی و اینها، ایشون پاسخ میدن. ولی درباره انقلاب فرانسه است، بعد درباره شارل لوی بارون دومونسکیو و با درباره مارکوس تولیوس سیسترون و تعریف انقلاب، چون خیلی از ماها هنوز توش موندیم انقلاب بود، شورش بود، دسیسه بود، چی بود، شاه انگلیس و اعدام توماس مورس. و یه دوستی قول بهش دادم که اول برنامه، چون داره ضبط میکنه، اجازه بدید من اینم اینجا بذارم. ضمناً امروز از یه سیستم جدیدتری داریم استفاده میکنیم برای فیسبوک، امیدوارم صدا و تصویر خوب باشه و اگه شما حمایت کنین چیزای جدید بخریم بهتر خواهد شد. یه دوستی 3-4 روز با من کلکل میکرد، با آقای احمدی بود، به من زنگ میزنه، میگم خب این شمارش شما زنگ بزن. نه، من زنگ زدم بعد قهر کردم، فوش به خودم و پدر مادرم دادم که دیگه زنگ. اصلا وقتی فکر میکنم ما ایرانی ها توی دنیای دیگه هستیم. آقا خانم، یه آقایی میخواد برنامه اجرا کنه، از این تلویزیون اعلام کردن اگه میخواین اسپانسر بشید، چه روی فیسبوکشون چه با تلویزیون، از $10 تا $10 میلیون پول بدید. هی اون به من زنگ بزنه، من به اون زنگ بزنم، این کارا چیه؟ والا اون وقتا میگفتن این بچه بازی ها چیه، حالا نمیشه بگیم بچه بازی بعد این ماجراهای قاری قرآن و اینها بمانه. خب ببینیم که چی باید بگم. آها، یه دوستی برای من گفته که به من گفته آقای سوربی، من چندین بار از شما شنیدم این سوال رو از دوستانی که طرفدار پادشاهی هستند میپرسید، ولی تا حالا کسی نیومده جواب بده و من لازم دارم این سوال رو یه بار دیگه شما بگید که من اینو ضبط کنم و داشته باشم، شاید بتونم جوابی به شما بدم یا شاید بتونم دوستان طرفدار پادشاهی رو پیدا کنم که به شما پاسخ بدم. خب خیلی هم خوب. ببین دوست عزیز، نیر خانم، دیگران، ما از کسی بد نمیگیم، ما داریم حقیقت رو میگیم، یا اولا حقیقت رو از زاویه خودمون، اون چیزی که به نظر خودمون درست میاد میگیم. شما و دیگر دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن میتونید خیلی آزادانه بیان اینجا برنامه داشته باشید، از صبح تا شب درباره محاسن این دو پادشاه پهلوی، حتی پادشاه سومی آقا رضا کوچولو صحبت کنید. یا این که مثل این دوستمون $50 فرستاده، گفته آقا 5 دقیقه 10 دقیقه برای من توضیح بده. و گفتم چه توضیحی؟ گفت همون که میگی که چرا مردم انقلاب کردن، چرا مردم شورش کردن. اصلا اگه انقلاب و شورش نبود، دسیسه بود، چرا دسیسه شد و نقش مردم چی بود؟ گفتم چشم، سعی میکنم یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید، من از دوستانی که طرفدار پادشاهی هستم میپرسم،
میگم شما تمام چیزایی رو که میگید، حتی دروغای بزرگ رو ما قبول میکنیم که شما دارید راست میگید. این دو پادشاه پهلوی خیلی وطن پرست، خیلی فداکار و ایران ساز بودن. تا اینجا رو قبول داریم دیگه، درسته؟ وقتی توافق که داریم که دیگه نباید جر بحث کنیم. حالا سوال میکنیم چی شد که 57 سال حکومت دو پادشاه وطن پرست، ایران ساز، نمیدونم فداکار به 22 بهمن 1357 رسید؟ اگر انقلاب و مردم ناراضی بودن، چرا مردم ناراضی بودن؟ اگر شورش، چرا در رژیم پادشاهی نتونسته بود یه کاری بکنه که بفهمه داره شورش میشه؟ و اگر دسیسه بود، چرا در رژیم پهلوی که دازه به دیگران درس میداد که چجوری مملکت داری کنن، چرا اینها نفهمیدن که دسیسه‌ای در راه است؟ خب حالا اگه انقلاب بود که 57 سال دو پادشاه به این خوبی به مردم رسیدند و زحمت کشیدند و دانشگاه باز کردن و مدرسه باز کردن، هر یه سری مردمی که خود شماها از خانم مهستی میخونه که ماها قد ناشناسیم، از اون شاعر احمق میخونه که شرم بر ما و الی آخر، یه ملتی درست شده بود که شما میگین سیر شده بود، حق ناشناس بود، نمک نشناس بود. خب ملتی که بعد از 57 سال خوبی سیر شده بود و نمک نشناس بود و نمیدونم به خودش ظلم کرد، شما بعد از 37 سال که آخوندها اومدن اونجا فکر میکنید این ملت بهتر شدن؟ اگر بگید بهتر شدن، که نشون میده که این ملتیه که 57 سال خوبی کردن بهش، احمق شده. حالا 37 سال بهش ظلم کردن، دانا شده. دیدید دیگه، دیگه آقای پروفسور مسعود انصاری دوره شاه همراه شاه میرفته مکه و مشهد و این برونور، آقای شجاع‌الدین شفا همینجور، بعد اینا دوره آخوندها یه دفعه باسواد شدن، نمیدونم دانشمند شدن و مخالف دین و مذهب مخصوصا اسلام شدن. پس یه جای کار اشکال داره. برید دنبال این کار، به قول معروف درس مشق شبتون این باشه که چرا اینجوری شد، و اگر شهامتش رو داشتید، جرأتش رو داشتید، بیاین صحبت کنید. بارها دعوت کردیم، از اون آقای شکیبایی بود، کی بود شکیبا که هم شهریمون بود، از آقای سعیدی که همینجا توی آمریکا هستن و دیگران، ولی هر کی میاد نمیگه که من طرفدار پادشاهی ام به این دلیل به اون دلیل، میخواد درباره یه چیز دیگه صحبت کنه. اون وقت اون وسط یه دفعه میخواد بچپونه به مردم که بله، غالب کنه به مردم که بله اینها خوب بودن. در هر صورت خوب بد هر چی بود گذشت. امیدوارم این دوستی هم که 50 دلار لطف کرده به تلویزیون مردم داده، این چند دقیقه ای که ما صحبت کردیم براش کافی باشه. اگه سوال دیگه ای داشتید من در خدمتتون هستم. دوستانی که روی فیسبوک هستید، ضمن این که بهتون خوش آمد میگم، ازتون خواهش میکنم اگر براتون امکان داره، چون یکی از دوستان گفت آی سوری شما میگید که اینها شیر کنن و اینها، بعضی وقتا سر کار هستن و اینا دارن سر کار این رو هم گوش میدن، این رو هم میبینن. اگر شیر کنن افرادی که روی لیستشون هستن، همکاراشون هستن، رئیسشون هستن، اینها ممکن براشون دردسری درست کنه. گفت بابات خوب، ننت خوب، ما نمیخوایم برای کسی دردسر درست کنیم، و اگر میتونید شیر کنید، اگر نمیتونید کاری نداشته باشید. امروز هم هست 2 نوامبر 2016، این رو هم من برای خودم شیر کردم. الان شما هم روی سایت مردم، هم روی فیسبوک مردم تیوی میبینید و هم روی فیسبوک سوربی. و اما دیدید چون آخوندها بد بودن، الان اونایی که طرفدار پادشاهی هستن میگن ما بیان کشور رو بچرخونیم، ما بهتر بلد بودیم، نمیدونم تو 70 تا کشور بدون پاسپورت میرفتیم و اینها، که هیچ کس خودش سوال هم کنه چرا ما اصلا میرفتیم اون کشورها، چرا اینجوری ندید بدید بودیم برای این کشورهای خارجی، برای جنس خارجی خریدن، برای دریا رفتن، چه مصیبتی تو سرمون بوده که حتی دوره شاه هم پوز میدادیم که رفتیم خارج. این یک. دوم این که خدایا یادم میاد گاهی وقتی حالا ماجرای آمریکا شده و انگلستان. ملکه انگلستان دیروز یا پریروز،
حالا یا به شوخی یا به جدی، میدونید بیشتر حرفای جدی دنیا از طنز و از شوخی شروع میشه. گفته که اگر آمریکا میخواد ما میایم دوباره اونجا رو به عنوان کلونی مثل هندوستان، مثل حتی کانادا، مثل جاهای دیگه زیر بار و پر خود میگیریم و به اصطلاح ما اینجا میگن رانش میکنیم، یعنی میگردونیم، میچرخونیم و اینها. در هر صورت این هیچ چیزی نیست به غیر از وقتی که دولت مردان آمریکا بیلیاقتی کردن، کار درست انجام ندادن. الان 6 روز دیگه، یعنی سه شنبه هفته آینده، امروز چهارشنبه است، سه شنبه هفته آینده 8 نوامبر اینجا رای گیری است و دیشب آقای دن رادر یه فیلم خوبی رو تهیه کرده بود، فیلم نه، یک مستندی رو به نام Rise of Trump Land یا هم چیزی، یا ترامپ لند مال چیزه، مال مایکل مور هست. در صورت منتظر باشید که اینجا هم به زودی زود یه جنگ داخلی یا یه انقلاب کوچولویی در راه باشه. بذارید من این تصاویر رو هم که آقای یزدان خدابندلو ارسال کردن بذارم روی برنامه امروز و ببینیم پتیک چی میگه. پتیک هم نوشته که چقدر این داستان با سرگذشت ما ایرانی ها در طول تاریخ شباهت دارد. اون ویدیو رو دیدم، چون آقای علی شیرازی هم فرستاده بود، آقای آریانپور هم فرستاده بود، ممنونم از همه این دوستان. و بله، در حقیقت این داستانی که اون آقای صدای کلفتش میزنه و پولش بهش نمیده و اون کلفته بالاخره آخرش میگه تو حقته که میگیرن، هیچ صدا در نمیاد فلان، نه، این داستان همه جای دنیاست. همین من و شما که الان توی آمریکا زندگی میکنی، اینجا مگه صدامون در میاد؟ مگه میتونیم چیزی بگیم؟ یقمونو میگیرن فوری، به همون برچسب میچسبونن. چقدر خوشحالم که این ماه نوامبر که ماه ریش هست، پلیسای آمریکا هم حتی میخوان ریش بذارن. بذارید اگه بتونم عکس رو بهتون نشون بدم، بنویسم November month of beer. Beer. Okay. بله، کجا دیدم که نوشته بود پلیس no shave November. و خلاصه پلیسای یه شهری PD میدونید که یعنی پلیس دیپارتمنت، فکر کنم سن پدرو بود، گفته بود که اینها هم این ماه میخوان ریش بذارن. و من خندم گرفت حقیقتش، گفتم اینا این همه تلاش کردن با جنگ و توپ و تانک، نتونستن مسلمونا رو بدون ریش کنن و مرتب کنن و تمیز کنن، حالا مجبور شدن خودشون ریش بذارن و یه مقداری مثل اونها قیافشون بشه. که بلکه میدونی همه اینا رو در نظر میگیرن، پلیس میخواد به این وسیله یه مقداری، اولا ریش مد شده، تمام آمریکایی‌ها جوونا اینجا ریش میذارن. بعد بذارید ببینم میتونم اونو پیدا کنم، عکس چیز بود، بنویسم پلیس دیپارتمنت PD no shave for November. ببینید پیدا میشه، سن پدرو اگه اشتباه نکنم بود، پاهات کان PD no shave November، گاز سیتی PD no shave سن رومن. مثل که خیلی هم جاهای مختلف هست، فقط یکی دوتا نبوده، من صبح یکیشو دیدم که عکسم گذاشته بود. حالا ببینیم این یکی مثلا چی میگه، عکسی هست که بهتون نشون بدم. بله، No Shave November. ببینید این، من صفحه رو بهتون نشون بدم، شما هم اگه میخواین به خاطر سرما و گرمای ریشتون رو نزنید، یک ماهی تیغ به صورتتون نندازین، این دلیل خوبی هست. بذارید بهتون نشون بدم، اینجا اینم 8. بله، میبینید این ماشین پلیس رو گذاشته، اونی که من دیدم عکس پلیس و اینها، حتی زیر علامت پلیس مثل این با علامت، با به اصطلاح اون مدالشون یا پنشون هرچی هست، زیرش سیبیل کشیده بود، ولی این میبینید که سیبیل و ریش نوشته No Shave November. Shave یعنی تراشیدن و کوتاه کردن. Let it grow and join the fight against cancer. بهتون گفتم که این کار اولش یک موومنتی بود که به خاطر کانسر، به خاطر سرطان به اصطلاح شروع شد و خیلی ها هم هنرپیشه ها و اینا دیشب میل گیبسون رو
دیدم تو دو تا برنامه که ریشی گذاشته، ولی گفت که داره یه نقشی بازی میکنه، به خاطر اون نقش مجبور هست ریش بذاره. خلاصه من یادم سالها پیش ما وقتی که شرکت بزرگی داشتیم و اینها، یه سری از این کارگرامون آمریکایی بودن که از وست ویرجینیا می اومدن، یکی دو ساعت رانندگی صبح زود، بیچاره من نمیدونم چه ساعتی حرکت میکردن که 6 و 7 سر کار بودن، عصر هم هر ساعتی که اینجا دیگران تعطیل میشدن نیم ساعت دیگه خونهشون بودن، فکر کنم اینا یه دو ساعت تو راه بودن تا برسن. بعد اینا قانونشون این بود سالی یه بار ریششون رو میزدن و به اصطلاح موهاشون کوتاه میکردن. اینم مثل بره ها بود، بعد از زمستون میبردن پشماشون رو کوتاه میکردن، فکر کنم ایام بهار این کار میکردن. اینجا هم همینه، بهار و اپریل که کارهای کانسترکشن و ساختمون و جاده ها را میفته، این کارگرها وقتی برمیگشتن اصلا میدید یه آدم جوونی، بعضی هاشون نمیشناختی، بعد میگو بابا من همون فلانی هم که اون موقع ریش داشتم، بعد دیگه نمیتراشیدن تا سال دیگه و میشدن یه آدم مسنی به نسبت به اصطلاح اولی که شروع کرده. نوامبر 2، اینجا هم بهتون تاریخ ایرانی رو بگم، بعد چهارشنبه 12 آبان. خب تولد آقای شاه رو جشن گرفتیم، تولد آقای رضا پهلوی رو جشن گرفتیم، روز کوروش رو جشن گرفتیم، امروز چی؟ دوباره بشینیم تا آبان سال دیگه، بعدم بریم پای مقبره کوروش فوش بدیم به عربا، فوش بدیم به نژادهای دیگه، فوش بدیم به ملیتهای دیگه؟ ای داد بیداد. آقای سهیلی برای من یه چیزی فرستاده بود، نوشتم آقا دیگه شما چه؟ شما که هم پدرتون هنرمند بوده، هم خودتون شاعر هستین، هم کلن خانواده باسوادی هستید، شما چرا 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر شور حسینی برشون داشته، بردنشون تو این دشت مرغاب یا پاسارگاد؟ خب فرداش چی؟ برید شعارها رو نگاه کنید، شعارهایی که میدن همین شعارهایی که خمینی و دیگران میگفتن. اونا هم میگفتن ما میخوایم همه دنیا رو مثل خودمون کنیم، دیگران بدن ما خوبیم، اینا هم دمینا رو میدن. خب این دلینگ دلینگی که میاد مال فیسبوکه، یه جوری باز این سیستم رو من به اصطلاح نوتیفیکیشن یا اخطاریه میگن، چی میگن، هشدارش رو خاموش کنم. این هم از این ماجرا. بله ملکه انگلستان، حالا ما فکر میکردیم داره آماده میشه قبرستون بخره و نمیدونم تابوت بخره، به نظر میرسه نه، این خانم فکرهایی داره. دیروز گفته که ما حاضریم کشور آمریکا رو دوباره مثل قدیم، مثل قبل از 240 سال پیش زیر پربال خود بگیریم. و اما لیبی، اینایی که میگن آقا بهار آزادی، ببین آقا لیبی، تونس، مصر، تونس ما نتونستیم. لیبی با این همه فکر کنم ثروتمندترین از لحاظ نفت، با این همه نفت و معادن دیگه‌ای که داره، در آستانه سقوط اقتصادی. حالا دیگه خود شما برید دنبالش رو به اصطلاح مطالعه کنید و ببینید کجا به کجاست، نقل کجاست. ما هم توی این فرصت میریم به اصطلاح بله grow and give. این رو یکی از دوستان فرستاده در رابطه باز با همین ریش و اینها هست، میگه هم بذارید ریشتون بلند بشه، نوشته که ما میخواییم 150 هزار دلار جمع کنیم و جمع میکنن. دوستان توی آمریکا وقتی یه نفر میاد به هر دلیلی میگه من 10000 دلار، 20000 دلار میخوام، هی ملت نمیگه حالا من از کجا بدونم که تو جاسوس نیستی، من از کجا بدونم که این پولو نمیری فلان کنی، تا میبینن شرکتی درست کرده، نمیدونم حساب کتابی داره، شناخته شده است، کمک میکنن. ناگفته نمانند، خیلی از اون به اصطلاح ناانسان ها و غیر مردمی میکنن و پول اینها رو هم میخورن. ولی اونی که کمک میکنه میگه آقا من اگه 100 دلار میدم، اگر 5 تا 20 دلار یا 20 تا 5 دلار اینور اونور کمک میکنم، اگه دو تاشم درست باشه، من نیت خودم رو بهش رسیدم، به هدف خودم رسیدم و خوشحالم که تونستم به یه نفر کمک کنم. این هم از این ماجرا. خب بذارید من اینو هم برای صدای فیسبوک بذارم که اگر، یعنی اگر نه، که وقتی آقای یزدان خداوند لو میاد، شما دو تا سیستم صدا داریم، یکی این ور برای شما دوستان، یکی این ور برای فیسبوکی ها بوکی. خب
بله، این که گفتم آقای یزدان خداوندی رو امروز درباره انقلاب فرانسه و دیگر انقلابات صحبت میکنه. و اما امروز 2 نوامبر، جمعه 4 نوامبر، در برلین آقای محمد امینی، آقای محمد امینی یه جورایی میشه بگی همشهری ماست، از اینجا به اصطلاح خانوادش و پدرش و مادرش و اینها اینجا بودن و ایشون رفت در کالیفرنیا، کتاب‌های زیادی نوشتن، برنامه‌های تلویزیونی زیادی دارن، ولی الان یعنی 2 روز دیگه 4 نوامبر در برلین، فکر کردم آقای خداوندلو برلین هستن ولی ایشون کلن هستن. من پارسال اتفاق رفتم آلمان، رفتم برلین، شهر بسیار قشنگیه، رفتم حتی اون برلین شرقی که الان دیگه با هم یکی شده، اونجا هم خیلی قشنگه، ساختمونا و امارات قدیمی و اینها داره، چون بالاخره 60 70 سال پیش اینا هر دو آلمان بوده و الان هم باز برگشتن شده در آلمان. نوشته که سخنران محمد امینی، زندگی و زمانه احمد کسروی، مردی که گناهش پرخاش به شریعت بود، 4 نوامبر در برلین، لطفاً این خبرها را به دوستان خود برسانید. ما رسوندیم، ولی اگر شما هم یاد می‌گرفتید که تبلیغ کنید، آگهی بدید به رسانه‌های ایرانی، تا این رسانه‌های ایرانی این کار را بیشتر انجام بدن و همش به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت نباشه. و اما یه دوستی به نام آقای فرزین فهیمی نوشته‌های خوبی رو می‌فرستن. من یه فرزین فهیمی هم رو فیسبوک دیدم، حالا نمی‌دونم این همون هست یا نه، چون برای ایشون امروز نوشتم این نوشته‌هاتون رو روی فیسبوک بذارید و ایشون گفت که من بیشتر روی ایمیل متمرکز کردم خودم. روی ایمیل شما محدود هستید، ایمیل محدود هستید به کسی که شما رو بشناسه، با شما تماس گرفته باشه، حالا تو لیست شما باشه. فیسبوک محدودیتی نداره، حتی اگه دوست شما هم نباشن میتونن بیان نگاه کنن، مگر اینکه حسابتون رو حساب خصوصی و شخصی کرده باشید برای خودتون و فامیلتون و دوستانتون، و الا هر کسی میتونه بیاد. خب من ترجیح میدم روی فیسبوک هم باشم، مثل این که شما هم میگی ترجیح میدی تو، مثلا میزنم میخوای یه ماشین بفروش، خب کوچه ما بنبست، من اگه رو ماشینم بنویسم برای فروش فور سیل، 7-8 نفر میبیننش، فردا دیگه همین 7-8 نفر. اگه میخوام بفروشم این ماشینه رو، با چیکار کنم؟ با بلندشم برم سر خیابون، اون وقتا میرفتن میذاشتن تو شاپینگ سنتر، الان تو میکنن تیکت میدن، یا برم یه جایی، یه گل فروشی هست اینجا، مثلا یه آقای آمریکایی عراق میخواد ماشین بفروشه، $50 میده به اون گل فروشی، میره میذاره اونجا و خرج میکنن. ببینید همین که گفتم $50 خرج میکنن که برن تو چشم و گوش دیگران. ما لطفاً برای دیگران هم ارسال کنیم. آقا چقدر لطف کنیم، از صبح تا شب 13,000 نفر روی فیسبوک هستن با ما. این لطفاً، اون لطفاً، این لطفاً، اون لطفاً، این لطفاً، اون لطفاً. بیان شما خودتون رو متمایز کنید از مفتخورها، بگید من $5، $10، $50 کمک میکنم، شما 10 تا مقاله من رو بذار اونجا. من مقاله ایشون رو امروز به عنوان سمپل اشانتیان نمونه گذاشتم، اگه ایشون دید خوبه، دیگران میان میبینن و اینها، اون وقت میتونه با $10 میذارم برای 8000، بیش از 8500 نفر اونجا میان میبینن. خاک ایران یکسر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است، ملک ایران سرزمین دکتران، اینقدر دکتر نباشد در جهان. این شعر رو قبلا هم خوندیم و خیلی جالبه. یکی از دوستان یک پلی رو فرستادن که این پل شیشه‌ای هست و نوشتن طراحی و محاسبات فنی این پل در دانشگاه اسلامی شهر قم انجام گرفته است. به مسخره من نوشتم که درسته که طراحی و ساختن پل در دانشگاه اسلامی قم به اصطلاح نه طراحی میشه نه ساخته میشه، ولی خراب کردن پل‌های ارتباطی، پل‌های انسانیت در اونجا طراحی میشه و اجرا میشه و تا الان موفق بودن که در 38 سال گذشته این پل‌های ارتباطی رو از بین ببرن، انسانیت رو از بین ببرن. الان اونایی که تو ایران هستن میگن آقا اصلا شما نمیدونی، اصلا اینجا دیگه هیچ، چی میگن، نمیخوام بگم خر تو خره، ولی میگن خیلی اوضاع قاراش میشه. خب بذارید ببینم،
بله اینجا هم ما اینو به شما نشون بدیم، با هم بریم روی این پل شیشه ای. همینجا تو آمریکا هم یه چیزی درست کردن، اگه اشتباه نکنم این گریت کانیون کجان، میری رو شیشه دور میزنی. من هنوز نرفتم اونجا، یه دفعه رفتم ولی وقت نشد برم اون چیزا رو ببینم. میری روی اون شیشه بیرون از کوه دور میزنی و اصلا هر لحظه وحشت میکنی که داری پرت میشی پایین، ولی انسان دوست داره این وحشت و دلهوره و اینا رو دوست داره. اینجا همینجوری که میبینید این عکس رو از بالا گرفتن بین دو تا صخره یا دو تا کوه یا دو تا تپه، اینا تعریف های مختلفی داره. یادم اون وقتا میگفت تپه از یه چیز بزرگتر بلندتر باشه میشه کوه، نمیدونم این اون. در صورت میبینید اینا کاری که میکنن جای قشنگی درست میکنن، بعدم ازش پول در میارن به عنوان توریست و اینها. میبینید یه پلی زدن، حالا این پل رو از بالا شما میبینید، میان پایینتر میبینید که چه عظمتی این پلهای معلق میگفتن فکر کنم که یه جایی آویزون هستن. میبینید زیرش پایه نداره بلکه به این بالاها با سیم و اینها بسته شده و اینها آدمن که به این کوچولوی شما میبینید، اینها آدمن اینجا. بیایم اینجا این پل رو از نزدیکتر بهتون نشون میده که میبینید مردم از اون طرف را میان تا این طرف. این شیشه ها احتمالاً جنس های چیزی هست که نمیشکنه، خیلی مقاومه، خط نمیفته، به اصطلاح اسکرچ به قول اینها، خانمایی که کفش های پاشنه بلند دارن یا ممکنه مثل بولینگ یک کفش مخصوص بهت بدن. ولی اینجا دیدم که خانم‌ها کفش‌های نوع مختلف دارن ولی همه‌شون کفش‌های ورزشی پوشیدن و مثل ما ایرانی‌ها نیستن که وقتی می‌خوایم بریم سیزه بدر با لباس‌های شب و چیز بریم. اینم یه جای دیگه باز، حالا یا همونه یا یه قسمت دیگه‌اش. اونی که من بهتون گفتم تو آمریکا اینجوری ساختن، میری از این کوه بیرون و برمیگردی میای اینجوری زیر پارم میتونی ببینی بدون خطر سقوط و اینها. و اینجا هم زخامت شیشه‌های به کار رفته در ساخت پل رو نشون میده و پایینترش هم یک ویدیویی هست نوشتن افتتاح پل شیشه‌ای. خبرگزاری چین گفته بود که ما می‌خواهیم در ماه ژانویه 2017 میلادی جشن بزرگی به مناسبت افتتاحیه پل بگیریم و این سخن را به دروغ منتشر کرده بود تا اگر افتتاحیه به تأخیر افتاد منتظران غمگین نشوند. اما در نهایت بزرگترین پل شیشه‌ای جهان در ژوئن 2016 میلادی بازگشایی و 20 سپتامبر به دیده عموم درآمد. اینم می‌بینید، یعنی شما اینجا وقتی راه میرید اصلا واقعا انگار که روی آسمون اونجا هستید. و اینم این دیوونه بازی هایی که به نظر من و شما که ترسو هستیم دیوونه بازیه، ولی اینها کیف میکنن بهش. فکر کنم میگن فری فال یا بانجی جامپینگ. بله بذارید من یکم از این مقاله آقای فرزین فهیمی رو براتون بخونم و اینجا هم بهتون اینجوری نشون میدم، بعد اگه خواستی برای خودشون ایمیل بفرستید یا برای من ایمیل بفرستید من براتون این مقاله رو بفرستم. ببینید کجا رفتیم، چی شد؟ بله آمد کمرای دو. بله بله خب نوشتن با سلام و صبح بخیر. همانطور که اطلاع دارید توسعه کشورهای عقب افتاده به خصوص از قرن 18 و 19 به بعد اکثرا داخلی نبوده، بلکه توسط اعزام دانشجو به خارج و سپس انتقال دانش به کشور به داخل کشور صورت پذیرفته است. متاسفانه پس از سالها تجربه در سمینارهای تدوین پیشنویس تز در دانشگاه‌های آلمان و پس از بررسی جهتگیری علمی تعدادی از رساله‌های دانشجویان خارجی از جمله دانشجوهای ژاپنی، کره‌ای، ترکی و چینی در دانشگاه‌های برون مرزی نشان می‌دهد که برنامه ریزی دقیق آموزش عالی آنها در توسعه این کشورها نقش اساسی داشته است. خب اینکه نباید بگید متاسفانه، باید بگید خوشبختانه. در صورت بعدش ایشون همینجوری میاد ولی میگه کشورهای مثل کشور ما این کار رو انجام ندادن. میگن که این آخرش یه جای نوشته بود، نوشته بودن که
تا به اصطلاح میان از کشورهای ایران و دیگران هم اینجا هم تز می نویسن، تزای خوبی هم می نویسن، ولی مدرکشونه که گرفتن میرن دنبال پول در آوردن و کار کردن و اینها و دنبال اون تزشون نمیرن. دوست عزیز، حالا اونا که اینجا نیستن ولی ما ازشون دفاع کنیم، اگر بخوان برنن یا سرشون بر بالای دار میره یا زندانی میشن، در هر صورت این کشوران نمیدونم چه نفرینی بهشون شده که اینجوری مستوجب ظلم هستن. و اما دوستمون شهرام این رو فرستاده، اعتراف بشه رهبر درمانده از ایرانیان کمک خواست. بذارید ببینیم این رهبر درمانده کیه. آقای خامنه ایه. این رو هم تاریخش سه‌شنبه 11 آبان، این مال دیروز بوده، دوستمون امروز فرستاده، ما هم ازشون امروز تشکر میکنیم، مرسی. و بخونیم براتون. من بارها گفتم توی تلویزیون مقاله ها رو از اول تا آخرش نمیخونم. خود شما اگه بیای به عنوان مجری برنامه بشینی درباره مقاله صحبت کنی، بله، اون مثل این میمونه که شما آمدی توی دانشگاهی توی مجلسی لکچر یا سخنرانی انجام بدی. ولی من اگه بشینم مقاله دو صفحه‌ای یه نفر دیگر رو بخونم، خیلی خسته کننده و احتمال زیاد نمیتونم حق اون نویسنده رو ادا کنم، چون ممکنه کلماتی رو اشتباه کنم. میدونی توی جمله ها گفتن دیگه، مثلا مثالم میزنن، میگن اعدام نه اعزامش کنید، بعد اون یکی دیگه میگه اعدام نه اعزام، اینجوری یعنی یکم پس و پیش ا او یا مکس و سکون و اینها رو رعایت نکنی، طرف به جای اینکه اعزام بشه اعدام میشه. ایسنا گفته یا نوشته مقام معظم رهبری تصریح کردن برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، حتی آنهایی که به دین و اسلام اعتقادی ندارند اگر ایران را قبول دارند باید با همه توان وارد میدان شود. آقا این حرفا رو شما معمولا قبل از انتخابات میزدید که مردم بیان تو انتخابات شرکت کنند، بعدش هم مینداختینشون بیرون و زندان و فلان اینا. دیگه این حرفا به قول معروف این حنای شما پیش مردم رنگی نداره. بعد میگه که حجت الاسلام و مسلمین حسن روحانی در جلسه امروز مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه شب گذشته با تاکید بر اینکه ایرانی اقتدار ایرانی را میخواهد اظهار کرد دیشب مقام معظم را. ببینید این چاپلوسی هاست که ما رو بدبخت کنه. آقا داری میگی جون بکن دیگه، یه بار گفتی مقام معظم رهبری بسمونه، هی آریامه شاهنشاه آریامه معظم الله فلان، حالا هم شده مقام آیت الله حجت المسلمین نمیدونم وصله ای، هی مقام فلان، هی مردشور این مقام ها رو ببره که همچین که مقامتون معظم میشه شما هم تبدیل به دیکتاتور میشین. در جلسه مهم مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرمودند که برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی حتی آنهایی که به دین و اسلام اعتقادی ندارند اگر ایران را قبول دارند باید با همه توان وارد میدان شوند. و خاطر نشان کردم دوباره همون، اگر عشقتون به ایران هست تردیدی ندارین بیاین و کارخونه باز کنین و پول خرج کنین، همچنین که قدرت گرفتید به دلیل اینکه دین ندارید ما میگیریم شما رو میندازیم زندان و کارخونتون هم میدیم به پاسدار ماسدارا و سازمان هایی که به اصطلاح دوربر اون هستن. بارها شنیدید که ما در رابطه با آقای بیل گیت، کسی که این کامپیوترهای ویندوز رو درست کرد، یه مدتی اگه اشتباه نکنم با آقای استیو جابز شریک بودن، بعد حتی با وجودی که شریکیشون به هم خورده بود با هم به صورت رقابت به اصطلاح رقیب کار میکردن، ولی باز آقای بیل گیت به نظرم میاد آدم بهتری هست. حالا نمیدونم زندگی بهتری داشته، چون اون بیچاره استیو جابز آدم ناراحتی بود، حتی دیدید که با زن و دختر زنش نه با دوست دخترش یا با دختر خودش چگونه رفتار کرده بود و اینها، به اینا حتی خرجی نمیداد وقتی که حتی میلیون ها چقدر حتی میکنه میلیون ها دلار پول داشت. ولی آقای بیل گیت هم به دیگران کمک میکنه، هم مثلا اون در 5 میلیون داد به این آقای پاکستانی که یک کلاسی درست کرده بود که به بچه‌هایی که امکان رفت آمد به مدرسه ندارن از طریق اینترنت و اینها درس بده و خیلی کمک میکنه اینجا و اونجا. حالا جالب اینه که علی شیرازی برای من این رو فرستاده، چرا بیل گیت پولی برای فرزندانش به ارث نمیگذاره؟ میگه که بیل گیت
بنیانگذار و مدیر عامل اسبر شرکت مایکروسافت با 70 میلیارد پوند ثروتمندترین مرد جهان محسوب می شود. اولا پرسش اینه که اگه ایشون پولدار آمریکاییه چرا واحد پولش رو به پوند میگن یا پوند میگن؟ پس معلوم میشه که اینا هم به سیستم آمریکا اعتقادی ندارن و پولاشون رو تو اون کشورها قرار نگه میدارن و بی خود نیست که خانم کوین حالا گفته، ملکه عمه کوین گفته که اگه میخواین ما بیان آمریکا رو سرپرستی کنیم. بعد میگه که ثروتمندترین مرد جهان محسوب میشود. در آخرین صحبتهای خود گفته است که تمام این پول را به بنیاد بیل و ملیندا گیتس، یعنی خودش و همسرش، یه بنیاد خیریه درست کردن که یک مرکز خیریه برای او و همسرش محسوب میشود. دختر بزرگ گیت جنیفر نام دارد، همکنون 20 ساله است و پس از او هم روری پسر 17 ساله و فاب دختر 14 ساله گیت قرار دارند. پدر آنها تصمیم گرفته همه دارایی‌های خود را به خیریه ببخشد و آنها هیچ مشکلی با این قضیه ندارند. با بچه‌هاش نشسته صحبت کرده و گفته که ببین، شما توی بهترین کشور دنیا دارین زندگی می‌کنید. باباتون پولدارترین بوده، بیشترین امکانات رو در اختیارتون گذاشتم. اگر تونستید پول در بیارید، در بیارید. اگه در نیاوردید، آدمای بی عرضه‌ای هستید. من میلیاردها دلار پولم بذارم، خرابش میکنی. ای کاش ثروتمندای ما هم همین روحیه رو داشتن و به بچه‌هاشون همین جوری رفتار میکنن. ناگفته نماند. اون آقای چیزم که از اینم فکر کنم پولدارتر باشه و مسن‌تر است، 53 ساله، تو همون خونه‌ای که با خانمش ازدواج کرده تو همون مونده، راننده نداره، سکیوریتی نداره، خودش رانندگی میکنه، یه ماشین کهنه مال 12 سال 13 سال پیش رو رانندگی میکنه. اون هم همین کار کرد، ولی فکر کنم به هر کدوم از بچه هاش گفت 10 میلیون دلار یا یه همچین پولی داده. در صورت اینا بعضی وقتا خیلی هم اونجوری که من و شما فکر میکنیم دست بخشش ندارن. اما بهتون گفتم آقای سهیلی، بله آقای سهیلی این عکس ها و مقاله ها رو فرستاده بود که دیگه الان این روز چندمشه که هر روز این عکس ها رو دیدیم. اون روزم آقای حخا برای ما فرستاده بود عکسایی که مردم رفتن به اصطلاح پاسارگاد و کوروش، مقبره کوروش رو، و نوشتن بر اساس فیلم ها، برخی فیلم های منتسب به مراسم ناهیچی 7 آبان، پلیس راهنمایی و رانندگی از حرکت خودروهای شخصی به سمت آرامگاه خودداری کرد. دوستان این جمعیت رو نگاه کنید، میایم پایین، همینجوری نگاه کنید، میایم پایین، میایم پایین، میایم پایین، میایم پایین. میخوام ماشینا رو بهتون نشون بدم. خودتون رو بذارید جای پلیس راهنمایی و رانندگی. نه برنامه ای از قبل بوده، نه کسی به اینا گفته آقا صبح یه طرف رو ببندید مردم از این ور برن، از یه طرف رو ببندید مردم از اون ور بیان. اینجا اینجوریه، اینجا صبح که مردم میرن واشنگتن، از این ور دو تا خط رو میبندن، چهار تا خط از این وری میره واشنگتن، از که میخوان بیان عوض میشه. حالا نگاه کنید اتوبوس ها رو، دوستان نگاه کنید، اتوبوس از توی جاده اینوری آمده این وسط که حالا یا چمنه یا احتمالاً چون نزدیک شیراز خاک هست و سبزی نیست، اومده اینجا، یکی هم نیست، اینم یکی دیگه که احتمالاً این اتوبوس وایساده به این گفته بیا. بعد اینجا ببینید چه خر در چمنی هست. شما چه کار میکنید با اینا؟ اگر به اینا جلوشونو بگیرید بگید آقا اینجا اگه یه نفر تصادف کنه، اگه یه آتش سوزی بشه، همتون میمیرید، یه آمبولانس نمیرسه اینجا، این پلیس ضد کوروشه. این آقای حخا بیاد به من جواب بده، این آقای سهیلی بیاد به من جواب بده، این آقای بهمن بیگ از آتلانتا بیاد جواب بده، این آقای احمق حسین کمپانی بیاد به من جواب بده. شما که تو آمریکا زندگی میکنی، اگه میخوای یه جای تظاهرات چی؟ آقا میخوای پول بدی به یه پارکی سیزده به در بری اونجا. بهت میگن، من خودم با آقای مهران صدری یه سیزده به در میخواست این اطراف مانیومنت رو بگیره، چون انگلیسی بلد نبود. خب میدونی اینجوریه دیگه، وقتی شما انگلیسی بلد نباشی فکر میکنی من خدای انگلیسی. اون موقع رو تازه 30 سال 20 سال پیش
ما رو برداشت برد تو پارک پلیس و اینها. میگن آقا برای چی اومدی؟ میگه من میخوام اینجا رو اجاره کنم، مردم بیان اینجا. میگه برای چی بیان؟ میگه یه جشنی. میگه چند نفر میان؟ میگه 3000 نفر. میگه باید 6 تا توالت بگیری. چند ساعت میخوای باشی؟ از صبح تا فلان. میگه براشون باید جای پارکینگ بگیری، ماشینشون رو پارک کنن، با شاتل بیان. اتوبوس باید کرایه کنی، مردم ماشینشون رو بذارن اونجا بیان. بعد میگه نمیدونم با پول بدید چند تا پلیس اونجا بیاد، چون شما که بلد نیستید ترافیک رو کنترل کنید، پلیس ترافیک کنترل میکنه. حالا اینا همه ضد ایرانی ها هستن؟ نه آقا، اصلا این نمیدونه تو ایرانی هستی، کجایی هستی. ولی آقا در دروازه قرآن شیراز جلوی مردم رو گرفتن که نرن اونجا. آقا حالا اینایی که رفتن اینجا چی کار کردن؟ اینایی که رفتن اینجا بیان باره اونا تعریف کنن فردا. آقا نکنید، نسازید. اگر این رفتن سر قبر کوروش مشکلی رو حل میکرد، اگه این دروغای خانم شکوه میرزادگی و دیگران مشکلی رو حل میکرد، نمیدونم دارن سد میسازن پاسارگاد آب برداشت. من به فامیلای خودم تو شیراز زنگ زدم که اصلا اطراف مردش، اطراف زرگون، اطراف دشت مرغاب میرن میان. گفت آقا من اصلا هر روز میرم پتروشیمی کود شینینانی، به قول شیرازی ها اذیت میکردم. گفت اصلا همچی خبری نیست، این مزخرف ها رو کی میگه؟ شماها اونجا خودتونو مسخره کردین. باور کنید یه دوست توی فامیلی داشتیم، خدا رحمتش کنه، فوت. این یه دفعه من گفت آقا این مزخرف ها چیه شما میگید اونجا؟ خودش مخالف 100% این آخونده. ولی گفت آقا شما این مزخرف ها چیه میگید؟ شما تو 37 اون موقع چند سال پیش بود؟ تو 30 سال پیش شما ها همتون فریز شدید. گفت اصلا این حرفایی که شما میزنید هیچ کدومش صدق نمیکنه. گفتم خب چی میگیم؟ تروریست ها در حلب از سلاح شیمیایی استفاده میکنن. آمریکا نیروهای نظامی سوریه را هدف قرار میدهد. اینم یه دوستی هست ترجمه میکنه نوشته ها رو، ولی نمیدونم. خب آقای علی شیرازی یه شعری برای من فرستاده که توی تلویزیون نمیشه بخونید. الا ای مردک ملعون قاری، چرا بر اون تفلان میگذاری؟ برو ای مردک ملعون میزی موزی، تو تنها در کمین راه فلانی. برای ایشون نوشتم که مطمئنم این شاعره الان انقدر خوشحاله که این قاری رفته تجاوز کرده که این بتونه 4 تا شعر بگه برای من و شما بفرسه. من و شما هم خوشحال میخندیم، برای دیگران میفرسیم. ای کاش 6 ماه خفه میشدیم هممون، هم من هم اون شاعر هم اون نویسنده، خفه میشدیم، نمیفرستادیم این مزخرفات. تا یکی پیدا بشه. امروز یه نفر برای من نوشته آقا 500 میلیون دلار دادن که این انقلاب انجام بشه. میگم آقا 500 میلیون چی؟ بگو 1 تریلیون شده. الان باید چه کار کنیم؟ برام توضیح داده الان باید این کارا رو بکنیم. میگم درست میگی. چه جوری؟ کی شروع میکنی؟ از کجا؟ برنامه فردات چیه؟ میارم نشونتون میدم اگر بتونم تو فیسبوک پیداش کنم. این فیسبوک بعضی از دوستان میگم آقا ما برای شما یه چی نوشتیم جواب ندادی. میگم عزیزم من بعضیاش اصلا نمیبینم، متوجه نمیشم، چون دیدید الان این تا دینگ دینگ کرد، گفتم من نوتیفیکیشنش رو خاموش میکنم. شما وقتی نوتیفیکیشنش خاموش کنی هر یه ثانیه یه چیز دینگ 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 چیز نمیکنه که صداش بیاد. خوب شد یادم باشه صدای این رو کم کنم. بذارید اینا بعد آها البته دیگه میره رو وایبریشن، هی وور وور صدا میده. خب بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. و خانم آهان یه دوست این مقاله رو فرستاده از نشریه، یا این نشریه‌ای که روی اینترنت با بهشون چی بگیم، اینا آریا نشریه هستن چون یه چیزی رو نشر میکنن و منتشر میکنن. در حقیقت این از دوچه وله، یکی از رسانه‌های آلمانی به اصطلاح برداشته شده. منم اینجا براتون نشون میدم و میخونم تا اونجایی که وقتمون اجازه بده، چون ساعت 3 و آقای یزدان خداوندلو است. نوشتن که دوچه وله فارسی، ایران کلینتون یا ترامپ، آینده رابطه ایران و آمریکا چگونه خواهد بود؟ هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد اصلی انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری آمریکا هستند. انتخاب هر یک از این دو چه تأثیری
چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت. دو کارشناس در این باره نظر میدهند. من منتظر بودم که نوشته های اونجا اونها باشه، ولی وقتی میایم پایین میرسه به دیدگاه خوانندگان. نمیدونم حالا بذارید شاید مثلا باید یک کلیک مور بزنیم یه چیزی بزنیم، ولی نمیبینم. ببینید اینجا معمولا بعدش باید ببینید. آها، یا شاید اینجاست، پیداش کردم. گفت که یکم صبر کنیم پیدا بشه. بذارید براتون این صفحه رو یکمی تا اونجایی که بتونم بزرگتر کنم. Select area. چشم. بله. خب نوشته که روز 8 نوامبر امسال برای آمریکا روز حساسی است، نه تنها به این دلیل که انتخابات ریاست جمهوری به رسم هر 4 سال یک بار در این تاریخ برگزار می شود، بلکه به این دلیل که در انتخابات امسال دو چهره جنجالی روبروی هم ایستادند. در یک طرف هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و اولین زن نامزد ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا با پیشینه‌ای چون وزارت خارجه بانوی اول، و در دیگر سو این نماینده سنا ننوشته، و در دیگر سو یک بساز بفروش میلیاردر بدون پیشینه سیاسی چشمگیر و با ادبیاتی سرشار از مسلمان ستیزی، خارجی ستیزی و طرحهایی غیر واقعی، همچون کشیدن دیوار بین آمریکا و مکزیک. ظاهرا این معادله برای خیلی ها محرز می کند که طرف خوب ماجرا همان هیلری کلینتون است و ترامپ بدمن این بدمن، یعنی مرد بد. آخه من نمیدونم کسی که داره ترجمه میکنه دیگه این چرا این کلمه بدمن رو با فارسی بنویسه، بدمن این داستان. اما نگاهی به اظهار نظرهای این دو نفر و موزگیری های آنان به خصوص درباره ایران، داستان را از این حالت سیاه و سفید خارج میکنه. رابطه ایران با آمریکا در حال حاضر حول 3 محور اصلی در چرخش است: برجام، توافق اتمی و بحران سوریه و یمن، و رابطه با کشورهای عربی و رابطه با اسرائیل. این که 5 تا شد. هیلری کلینتون در زمینه بحران سوریه و یمن و رابطه با کشورهای عربی در آن سوی جبهه ایران ایستاده است. رابطه خوب او با کشورهای عربی با مواضع اوباما در این مورد قابل قیاس نیست. بیشتر بخوانید، لینک گذاشته برای بیشتر. در بحران سوریه و یمن نیز او آشکارا از موضع مخالف ایران صحبت کرده و در جبهه روبرو ایستاده است. خب اینم به نظر من یه تفسیری هست که اگه دوست داشتید توی دوچه وله پیداش کنید بخونید، یا اگه دوست داشتید در این باره صحبت کنید، وقتی خوندید بعدا نظراتتون رو با تلویزیون مردم در میون بذارید. ممنون و متشکرم. و اما سربازان عراقی وارد شهر موصل شده. نوشته که یک جنرال این دیروز پریروز یک جنرال عراقی روز دوشنبه 10 آبان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای عراقی در این روز موفق شدند پس از 2 هفته که از آغاز عملیات بازپسگیری حومه موصل می‌گذرد، برای نخستین بار وارد محدوده اصلی شهر موصل شوند. دیروز که من می‌خوندم میگفت هنوز 1 کیلومتریش هستن. در صورت نمیدونم اونجا الان بحث اصلی و پرسش بزرگ اینه که حالا اگه تازه اینا پیروز بشن و موصل بگیرن، قدرت دست کی میفته؟ جاهل بعدی، چماقدار بعدی، یا یه حکومت به اصطلاح مختلف میگن دیگه که ائتلافی از همه گروه هایی که اونجا هستن. و اما نیاک اکشن، گفتم که این نیاک اکشن یک قسمتی از سیستم نیاک هست. نوشته This is a friendly reminder to please join us at نیاک office in DC tomorrow. یعنی امروز، اینو دیروز برای من فرستادن. Wednesday، چهارشنبه، November 2nd at 6 PM to help call people in key state to ensure our members know the stakes and have the information to go out and vote. میگه که بیاین امروز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر، آدرس هم داده، به ما بپیوندین. این رسم توی آمریکا، یه میزای
بزرگی مثل میز ناهارخوری اینها درست میکنن، میذارن 20 تا تلفن از اینجا تا اونجا، 20 تا کامپیوتر، هر چی میشینی شما اونجا پشتش، گوشی و اینها هم تو چی به ترتیب زنگ میزنی، از طرف میپرسی که شما به کی رأی میدی، اگه گفت به اون رأی میدم میکشور میکنی که حتما میره رأی میده، اگه به اون یکی دیگه گفت رأی میدم سعی میکنی قانعش کنی که نه اون خوب نیست و از لحاظ اقتصادی چنین و چنان اینها، و خیلی هم مؤثره. این کلمه RSVP که من یادم میره برای چی هست، پکان یک کلمه فرانسویه که وقتی شما میخوان یه جایی بری اینجوری تماس میگیرید، بهشون میگید که من میام، که اونا بدونن آقا 100 نفر میان، 20 نفر میان، 100 تا نوشابه بخرن، 100 تا ساندویچ بخرن یا 100 تا تلفن بزنن، در هر صورت اگه خواستید برید با خانم الهام خاتمی تماس بگیرید، آدرسشون اینجاست، ایمیلشون هست، همه چی هست، توی کی استریت هستن. کی استریت تمام سازمان‌های سیاسی، سازمان‌های لابی و حتی الان یکی دو سال هم هست که مجاهدین هم اونجا دفتری دارن و مشغول هستن. باز اینجا همین دوستمون سربازان عراقی وارد شهر موسل شدن که براتون خوندم. و یه خبر دیگه این هست که توافق تهران و ریاض، لبنان پس از 2.5 سال رئیس جمهور خواهد داشت. یعنی به خاطر به اینا میگن پراکسی وار، جنگایی که به نیابت، ما میشه بگیم اینجوری، به نیابت، مثلا یک گروهی به نیابت از ایران داره اونجا میجنگه، یک گروه دیگه به نیابت از سعودی عربیا داره اونجا میجنگه، و به همین خاطر مردم اونجا بدبختا. ببینید الان تو این شهر گفتم فکر کنم این علاپ همون شهر حلب سوریه میشه، چون چندین میلیون جمعیت الان ببینید به چه روزی افتاده که واقعا آدم دلش کباب میشه برای اینا. بله، این دوستمون نوشته آقای سوربی از آنجایی که مطلبی در این باره پیدا نکردم میخواستم از جناب عالی بپرسم ابوالقاسم صمدانی کیست و این دانشگاه قلابی کدام است؟ American Global University. از راهنمایی شما متشکر خواهم شد. ارادتمند یه دوستی از فرانکفورت آلمان. دوست عزیز، من بارها گفتم در بیخبری ای دوست 100 مرحله من پیشم. شما بیخبر از این دانشگاه و بیخبر از ابوالقاسم صمدانی، من بیخبر از خیشم. حالا ما چون تو کار مدیا هستیم و وقت میذاریم اینو میخونیم اونو میخونیم، گاهی وقتی خود اینا با ما تماس میگیرن، تا اونجایی که من آقای صمدانی رو شناختم این سالهای آخر عمرش و همیشه میگو ای کاش سوربی من تو رو زودتر شناخته بودم، ایشون یکی از دشمنای خونین من بود، یعنی به خون من تشنه بود، اینجوری که خودش میگو. ولی گو آقای سوربی من فهمیدم که ای کاش اونایی که باهاشون دوست بودن مثل تو بودن، مثل تو صداقت داشتن، مثل تو رک صحبت میکردن، خیال آدم راحت میکردن. 2-3 سال پیش ایشون با من تماس گرفت، گفت من اولین چیزی که گفت من هیچی پول ندارم. گفتم خب مگه من به شما گفتم پول بده؟ گفت نه، میخوام بهت بگم پول ندارم ولی برنامه میخوام. گفتم خب چرا، چجوریه؟ گفت من هر چی پول دادم به تلویزیون های مثل مال آقای حمید فرهنگ و اینها، تلویزیون های پادشاهی، پولام خوردن بردن، حالا که من مریضم، تنها اینجا توی خانه سالمندان هستم، باید اکسیژن، اگه برنامه‌هاشون رو نگاه کنی حتی تو سرفه‌های شدید میکرد که من بارها میگفتم خدا کنه از طریق این گوشی و اینها ما نگیریم، به شوخی البته. در صورت آقای دکتر صمدانی ایشون گویا معلم و دبیر و مدیر بودن در ایران و مادرشون هم مدیر مدرسه بوده در ایران، زاده کرمان بود که من میگفت ما یه جورایی هم لهجه هستیم، میدونید که شیرازی ها، کرمونی ها و مشهدی ها فارسی درستری صحبت میکنند تا تهرونی ها. من رفتم چیندم سینزه به در بمانم برای خودمون دشمن درست میکنم، اونم از نوع تهرونی. بذارید ببینیم چی میشه. به من گفت شما منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من تلویزیون های دیگه برنامه داشتم. گفتم شما فکر میکنی صرفا به این دلیل که من تلویزیون برنامه داشتم همه تلویزیون های دیگر رو میبینم؟ اتفاقا ما که برنامه داریم کمتر از دیگران میبینیم، چون
یا مشغول برنامه خودمون هستیم یا مشغول تهیه کردن به اصطلاح تاپیک و موضوع برای برنامه خودمون. بگذارید، ایشون گفت که من براتون یه دو تا ویدیو میفرستم یه نگاهی بکنید ببینم شما اینا رو پخش میکنید از تلویزیون مردم. وقتی فرستاد گفتم پخش میکنم، چرا پخش نکنم؟ تعریف میکرد از رضا شاه، تعریف میکرد از شاه، بدگویی میکرد از رضا پهلوی که قبلا خیلی هم تعریف کرده بود از رضا پهلوی، ولی گفت این آدم بی عرضه‌ایه چنین و چنان. گفتم من همونایی هم که شما قبلا ازش تعریف میکردید پخش کنید و من هیچ اشکالی ندارم، ولی اینجا من مجانی نمیتونم کار کنم. شما با دوستانتون تماس بگیرید، اونایی که میشناختیشون اینا، یه مبلغ خیلی کمی چون فیلماتونم از قبل تهیه شده ساعتی 20 دلار برنامه 20 دلار پخش میکنیم تا چیز کنیم. خلاصه شده بود و چند برنامه اینا. و به من یه بار گفت که شما میدونی که من با آقای سکویی رو نگفتی، ولی گفت با آقای میرفتروس من دکترا دادم. گفتم نه نمیدونستم. و این دکترای افتخاری اینا شما 50 دلار بفرست برات یه چاپخونه چاپ میکنه مینیسه نمیدونم از دانشگاه ناکجا آباد، همین American Global University. من الان اینو میزنم ببینم اصلا همچین چیزی وجود داره. کاپی بیا توی گوگل میزنیم دوستان ببینیم چی پیدا میشه. American Global University، بله AGUSME. و ببینیم که بله اینجا هم تازه گفته که question raised on the authenticity of the American Global. میگه اینجا یه مش سوال سال 2013 میگه یک مش سوالایی به اصطلاح پیدا شده اینا که کارشون مثل ترامپ دانشگاه باز کنن پول مردم میخورن و میرن اینا. خلاصه میگه که Global University، University in Springfield Missouri. این نیست، احتمالا اون تو واشنگتن توی چیز بوده، توی ببخشید توی کالیفرنیا بوده. خلاصه گفت به من که اگه میخواین به شما هم یه دکترا بدم. بنده گفتم نه خیر، دکترا لازم ندارم، همون مدارکی که گرفتیم رفتیم مدرسه، سرما گرما چوب معلم نمیدونم بد اخلاقی پدر مادر تنبیه پدر مادر گرفتیم، تا اون مدرک رو گرفتیم چه استفاده ازش کردیم که حالا بیام یه دکترای افتخاری از یه دانشگاه قلابی بگیریم هر وقت این زیر می‌نویسیم دکتر سوربی بیان مسخرمون کنن. گفتیم نه آقا ما نخواستیم. بعدم خودش به من گفت که چون نمیدونم این آقای فیس کی بود، گفتم امیر دکتر امیرت علی امیر فتروس هم چیزی، من بهش میگم دکتر فیس. خلاصه گفت دکتراش پس گرفتم. گفتم اینم یه دلیل دیگه ای که شما میخوای امروز بدی فردا اگه گفتی بالای چشم ابروه میخوای پس بگیری. در صورت دکتر فتروس هم گویا دکتراش پس فرستاده و امروز همون لیسانس یا فوق لیسانس گفته. خلاصه ماجرا این که من هم خیلی چیزی از این نمیدونم. ایشون اسمش رو بزنید دکتر صمدانی، چیزی که خودشون صحبت کرده توی برنامه دیگه فوت شد دو سال پیش فوت شد و رفت و نمیدونم. در اصل من خودم میگم اگه شما میخوای باهاش کار کنی یا استخدامش کنی خب برو دنبالش تحقیق کن، یا حتی بهش بگو بیا یه روز کار کن. من بهتون گفتم یه دوستی ما داشتیم دکتر بود، دکتر گوش حلق و بینی تو ایران، اومده بود اینجا بهش گفتم باید بری بورد امتحان بدی. بعد چون زن و دو تا بچه و اینها داشت وایساده تو فروشگاه کار میکرد، میخواست همزمان بردش رو هم بگیره. بعد بهش گفتم خب شما بهتره تو رشته ای که هستی کار کنی که چیز کنی. گفتم خب رفتم توی آزمایشگاهی، به آزمایشگاهی گفتم که من میام اینجا به عنوان لابراتوار نمیدونم چی میشه مسئول لابراتوار اینها کار میکنم. اونا هم گفتن باشه بیا. خودش تعریف میکرد تو مهمونی ها با شور و حال و هیجان و با اون بیان زیبایی که داشت میگه آقا روز اول رفتیم این روپوش رو دادن به ما پوشیدیم، وقتی اینا شروع کردن حرف زدن من نفهمیدم اینا چی میگن و یه وقتی که به اصطلاح مناسب دیدم روپوش رو درآوردم آویزون کردم، به بهانه رفتن توالت و دستشویی از اونجا در رفتم. این هم همین. دوستان یادتونه من با یه خانمی صحبت کردم، همشهری من بود، نوکیش مسیحی به نام خانم فراز زاره. نمیخوام بگم همه قبولی ایشون از قدرت تلویزیون ما بود، ولی مصاحبه‌ای که انجام داد بعد با وکیلش، اون مصاحبه رو به
ایمیگریشن یا اداره مهاجرت اونجا نشون دادن و ایشون برای من نوشته که من قبول شدم. منم بهش تبریک گفتم، چون بهشون گفته بودم که ما خوشحال میشیم که وقتی شما قبول میشین به ما هم خبر بدید و با ما باشید. ساعت دوستان 2:59 هست، احتمالا الان 7:59 در آلمان، چون یک ساعت مثل که ساعتها رو عقب بردن. دقیقه‌ای بین این برنامه به اصطلاح قطع میشه این برنامه، خیلی ما قاشق چنگالی صحبت نکنیم، این برنامه قطع میشه دوباره وصل میشه که ما بتونیم به اصطلاح برنامه های آقای یزدان خداوندلو رو مستقل داشته باشیم، هم روی فیسبوک هم روی یوتیوب. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. پس یک لحظه صبر کنید و